سلام رسپینا تیوی های دوست داشتنی، امروز هم اومدم تا با یک ویدیوی جدید در کنار شما باشم. خانم نیلوفر بهبودی که اکثرا معرف حضور همه شما هست، این مدل متولد 31 خرداد سال 74 در بندر عباسه، فارغ التحصیل رشته معماریه که با 178 سانتی متر قد فعالیت خودش رو با انتشار عکسای شخصی شروع کرد، سپس وارد عرصه مدلینگ شد. ابتدا با انتشار عکسای خود در فیسبوک توجهات رو به خودش جلب کرد، سپس به عنوان مدل لباس با مزون‌های کوچک روسری و مانتو شروع به همکاری کرد. خانم بهبودی نهایتاً به خاطر فعالیت خارج از عرف خود وقتی 24 ساله بود به همراه 7 چهره شاخص مدلینگ دیگر توسط پلیس امنیت بازداشت شد. بهبودی در اولین رابطه علنی خود با حالی حلافی وارد رابطه شد و در نهایت پس از مدتی با بهادر عرفانی از دیگر چهره های مجازی سر زبون ها افتاد. در نهایت اما این روابط به سرانجام ازدواج ختم نشد، اما حاشیه ها حسابی اون را معروف کرد. خانم نیلوفر بهبودی بعد از شروع ارتباط عاشقانه با شخصی به نام سینا با هم برای ازدواج به توافق رسیدن و به صورت رسمی در سال 99 عقد کردند. فرزند اول نیلوفر و سینا 25 خرداد 400 پسری به نام میکائیل به دنیا آمد و خانم بهبودی هم اعلام کرد حداقل 3 تا بچه میخواد تا در پیری دور شلوغ باشه. نیلوفر بهبودی بعد از مدتی که عکسای همسرش رو از صفحه اینستاگرامش پاک کرده بود، در نهایت 27 فروردین امسال خبر داد که قرار از همسرش طلاق بگیره. اون خطاب به کسایی که مدام خبر شوهرش رو میگرفتن نوشت: من شوهر ندارم، میخوام طلاق بگیرم، دست از سرم برداری، چند ماه دارم سکوت میکنم، بچه‌مم تنهایی دارم بزرگ میکنم و خیلی خوبم از عهده‌اش برمیام. خانم بهبودی در واکنش به انتقادات از خبر طلاق عکسی از ضرب و شتم خودش رو هم منتشر کرد و از مشکلات جسمی ایجاد شده به اون در زمان متأهلی گفت. اما خب انتشار این حرفا و صحبت‌ها به سکوت همسرش منجر نشد و اون هم حرفای جنجالی و جالبی در مورد خانم نیلوفر بهبودی زد. من زیاد صحبت نمی‌کنم، در ادامه شما را دعوت به شنیدن وایس‌های لو رفته از خانم نیلوفر بهبودی و همسرش می‌کنم که خیلی زود از صفحه‌های رسمیشون پاک کردن. بچه ها، من واقعا اصلا نمیخواستم وارد این ماجرا بشم، ولی تا الان که بیسکا بهش فالوور دادم، اشکال نداره بیسکای دیگه هم میدم، ولی این موضوع رو خیلی دقیق برای همتون توضیح میدم که دیگه جای بحثی نباشه. فقط ازتون خواهش میکنم که لطفاً با مظلوم نمایی های یه آدمی که این همه بلا سر من آورد، سر همجنس خودتون، یعنی چی؟ من این همه مدرک گذاشتم، بعد میگه 4 تا حرف دروغه. یه آدمی که این همه بلا سر، این همه وقت من تنها، این آدم بالا سر بچهش نیست، منو ول کرده، زنشو بچهشو ول کرده رفته، بعد دیروز که حسابش مسدود شده تازه یاد این افتاده که یه بچه داره، تازه یاد این افتاده که من بچه‌مو میخوام. الان من خونه خودم برم خونه مامانم، اینو اسمس مامانمو براتون اسکرین شات میکنم میذارم که ببینید چه تاریخی مامان من به این گفته بیا بچه تو ببین، تو پدرشی، تو حق داری. نمیادش، نمیاد، یک ماه و نیمه بچهشو ندیده، اصلا بچه براش مهم نیست. اصلا این آدم کلن توی این مدت چجوری بهتون بگم، شاید که نه، یه عروسکم برای بچهش نخریده، یه دونه اسب و بازی برای بچهش نخریده، کلن سرجم 5 ساعت بیشتر با بچهش بازی نکرده، فقط به خاطر حرفا و فشاره که شما بهش میارید بعضی وقتا میره چند تا استوری میذاره. وگرنه اصلا بچه نیست، این آدم درگیر دوستاشه، درگیر دوست دختراشه، درگیر کارهایی که تو دفتر خالیش میکنه با دوستاش میگه. رفتی فشری زدی تو دفتر به همون دوستش، اسمش چی بود خدایا؟ اسمش چی بود؟ حسن بنده پرست. آره رفتی دفتر فشری زدی یا نه فلان. ببینید همه اینایی که من دارم میگم با دلیل و مدرک و سند بهتون توضیح میدم، حرف خالی نمیزنم. این آدم من 6 ماه سر کار نمیرفت، میرفت دفتر، من فهم کنم میره سر کار، از صبح تا شب میرفت بیرون، میرفت با دوستاش این ور اون ور میگشت، میرفت رستوران با دوستاش، بین اون آمار میداد، بین اون شماره میداد، یه گوشه دوم داشت تو دفترش گذاشته بود، نمیآورد هیچ وقت خونه. یه بار آورد خونه اشتباهی جا گذاشت بالا، بعد من سری براشم گوشیه رو دیدم، بعد سری پایین بود زنگ زده من خوبی چطوری چی کار میکنی؟ راستی این بیرون چند نفر وایستادن، فکر کنم جلو در ما وایستادن، میخوای بیام بالا؟ حالت خوبه؟ اینجوری میکرد. من همون روز گوشیه رو باز کردم، همه چی رو تو گوشی دیدم، ولی گفتم اشکال نداره با مهم نیست، من که اینو اصلا آدم حساب نمیکنم، من به خاطر بچه‌م دارم تحمل میکنم. کلی پول دستش داشتم، پولامو گرفته بود، هی میگفت میدم، هیچ کدومو بهم نداد. من به خاطر زندگیم کردم، پول پیش خونه دادم، به خاطر بچه‌م دادم که اتاق نداشت، میخواستم بچه‌م اتاق داشته باشه.
که پول میدادم، ولی این آدم پولای منو به زور از من گرفت، یعنی با هزار نقشه از من گرفت و به من پس نداد، پول پیش خونه رو زد به اسم خودش. درسته پول من دادم، ولی اینجا خونه منه، الان من توشم، الان کسی که رفته بیرون اونه. چرا؟ چون اینجا خونه منه، چند تا وسیله آشغال توشه که همه اینا رو بیا بردار ببر عزیزم. حالا که قراره همه چی رو همه بدون، همه چی رو به همه با جزئیات دقیق توضیح میده. خب روز اول دوستی که ما با هم دوست شدیم، این آقا از دو هفته قبلش به همه دوستای اون موقعش که اون موقع ما میرفتیم با هم دیگه مهمونی، میگفتش که همه میگفتن که آره نیلوفرم هست تو مهمونی، میگفت آره نیلوفرم هست منم میام. اون موقع یه دوست دخترش به اسم هلیا، دوست دختر بدبختش رو پیچون بلندش رو با دو تا دختر دیگه اومد مهمونی اونجا. من بودم موقع، من تازه با اون آدم قبلی که تو زندگیم بود کات کرده بودم و رفته بودم مهمونی. بعد این آقا دوست دختر قبل، دوست دخترش که اسمش هلیا بود و پیچوند و بلند شد اومد مهمونی و با دو تا دخترم اومد، با دوستش همونی که میگه شریک بودم اومد اونجا. آقا هیچی، ما اون شب اونجا بودیم، مهمونی تموم شد و این همه دوستاش فردا رفتن، دخترایی که باش اومدن و ول کرد، چسبیده بود به من، بعد میگفتش تو دنبال من بودی. بابا همه بچهای مهمونی، همه آدمای اونجا، همه شریکت، همه اونا شاهدن کی دنبال کی بود، کی با دوستاش نرفت، موند به خاطر من، به خاطر من موندی اونجا، همه ماشینتو دادی دوستت شریکت برد، به خاطر من اونجا موندی، به خاطر اینکه با من باشی. دوست دخترتو میپیچوندی، دخترای زنگ میزد، هلیای دو تا قد روی گوشی میافتاد، گوشیشو برعکس میکردم، گفتم این کیه داره زنگ میزنه، میگفت نمیدونم بابا ولش کن. بعد خلاصه ما گذشت و چند روز با هم موندیم و اونجا بودیم و بعد اینا ما هی ما رو دعوت میکردن خونه شون، من موقع با دوستان بودم. بعد ما رفتیم خونه شون و بعد حلقه داشت دست چپش، من هی میگفتم خدای نکنه این زن داره، چرا مثلا این همه به من نگاه میکنه، به من آمار میده، از من شماره نمیگیره و اینا. خلاصه ما یه هفته دو هفته با هم بودیم و اینا که دیگه از طریق یه دوست مشترک شماره هامون رد و بدل شد و شماره منو ایشون گرفت، شماره ایشون هم من. دیگه که رفتیم شمال با هم دیگه دوست شدیم. این از این گذشت. توی اوایل دوستی مثلا فکر کنید یه هفته بود من با این آقا دوست شده بودم، من یه گوشی دیگه داشتم، توی دو تا گوشی داشتم، توی اون یکی گوشی میرفتم کارهای زیباییمو انجام میدادم، کارهای مالیمو انجام میدادم، توی اینکی گوشیم هم که گوشی اصلیم بود باهاش استوری میگرفتم و اینا. بعد من اون یکی گوشی مثلا تو خونه خاموش بود. من اون موقع یه دوستی داشتم که حالا اسمش هم نمیگم، اون همون دوستم بودش که مثلا با می اومد خونم با هم میرفتیم، اول اسمش هم نه. بعد این دوستم واقعا نمیدونم چرا برگشت به این گفتش که این یه گوشی دیگه داره، نمیدونم تو گوشیش فلان و اینا. مثلا دو هفته بود با هم دوست شده بودیم تازه، بعد یک ماه بود با هم دوست شده بودیم. بعد یک ماه این به من گفت اون گوشی رو بیار، منم گفتم بریم دم خونم گوشی رو بهت بدم. بعد گوشی رو بهش دادم، تو گوشی هیچی نبود، هزار تا داد و بیداد که آره تو نمیدونم تو این گوشی چی داشتی فلان داشتی. این قضیه هایی که داره میگه همش مال ماه اول دوستیمونه، یعنی مال ماه اول، ما 5 سال با هم بودیم، ماه اول دوستیمون من یه گوشی داشتم، هیچی نداره بگه بدبخت، کلا فقط بلد گذشته رو وسط بکشه، همیشه همین بوده تو زندگی من. خب مثل اینکه تو اینستاگرام پست یاد بذاری تو روز پاک میکنه و قبلی ها رو. ببینین حالا که الان دوست دارن بیشتر توضیح بدیم ریز بشیم، اوکی بذاریم بیشتر توضیح میدیم، ما هم همکاری میکنیم با هم دیگه. اول از همه بابت داستان شروع ماجرا دارن توضیح میدن ایشون. خب ما اومدیم توی اونجا، همش اینجا دیگه دارم میگم، یه عالمه آدم بالای حداقل 50 نفر آدم اونجا شاهد بودن که ما اومدیم رفتیم اونجا توی مهمونی که بار اول هم دیگه رو دیدیم. ایشون جلو چش همه، یعنی اصلا من با این به قول خودش من با این دختر دیگه اومده بودم، جلو چش همه اومد دست منو گرفت، بارها و بارها هی اومد با من شروع کرد رقصیدن، حالا کاری ندارم به ریز کار، هی قشنگ جلو چش همه، یعنی جلوی چش 50 تا 30 تا دختر این کارو کرد، اومد دست منو گرفت، منو بردش پیش خودش، شروع کرد رقصیدن و هی حالا با من صحبت کرد و اینا. کاری نداریم، اون شب تموم شد، ما یه دو سه شب با هم دیگه بودیم. هی بچه‌ای که اونجا دارم مثلا یه سری ها که حالا من همش گفتم آره اینو ولش کنیم فلان اینجوریه اینا، گفتم کاری ندارم من. که اومد حتی یه شب اومدن خونه ما نشستن رفتن، یه توقع داشتش که من مثلا کاری انجام بدم، به این شماره ای بدم فلان بکنم، اصلا برام مهم نبودش، به خاطر اینکه حالا کاری ندارم، نمیخوام ریز بشم، یه داستانی پیش اومد که
نگم بهتره. گذشت و یه 3-4 روز بعد که دید از من خبری نیستش، یه دوستمون به اسم نفس، یه شخصی بود به اسم نفس، زنگ زد. دوست مشترکمون بود، زنگ زد گفت من شماره سینا رو میخوام. شماره منو گرفت و یارو خودش زنگ زد به من. پس چرت و پرت تعریف نکنین دیگه، کامل تعریف کنین تا حداقلش حرف میزنه. حداقلش این که حالا خودت که دیگه میدونی، پیش وجدان خودت یه جوری صحبت بکن که راست راست بگو. چرا همه چی رو برعکس میگی؟ مثلا هشته میگه اون چیزا برای یک ماه بعد از رابطه‌مون. حالا بذارین من دقیقا به تو توضیح بدم. تا اونجایی که شماره منو گرفت کاری نداریم. گذشت و ما اومدیم رابطه‌مون رو شروع کردیم تو همون یک سال اول. ما با یه بنده خداهایی تقریبا همخونه بودیم دیگه، با هم زندگی میکردیم. اومد تو خونه زندگی ما دیگه. تو اون مدت هم حالا با هم رفتیم اومدیم، مشکل خاصی نبود، زیاد حالا همش جدی هم نبود. تو این مدت، تو این تقریبا یه سال، من خیلی، یعنی من قشنگ یه جورایی چشم کور شده بود قشنگ. یعنی تو 2 سال اول رابطه ما، اونی که واقعا عاشق بود، اونی که واقعا سنگ تموم میذاشت، اصلا واقعا روانی شده بودم. بخاطر اینکه هیچی نمیدونستم، از هیچی خبر نداشتم. یعنی فکر بکنید، من مثلا میرفتم برای این گل میخریدم میآوردم، بعد مثلا میومدم میدیدم گل گرفته، بعد حالا بعدم بهتون میگم اون گل داستانش چی بوده. گل آورده برام، مثلا حالا داستان گل چیه. تمام این داستانا گذشت. این دوتا حالا با هم دیگه به مشکل خوردن، هم دوتا دوستی که با هم دیگه زندگی میکردیم تو خونه. طبق شرایطی خدا خواست برای من که خیلی چیزا برای من روشن شد. به من برگشتن گفتن که تو این مدت یه سالی که شما با هم دیگه این خانوم تو خیابون رفته، نمیدونم یکی اومده بغلش شمارش داده گفته من فلانی هم، من نمیشناسی، من فلانی هم، شمارم رو بزن. تو خیابون رفته سوار ماشین یه آقایی شده، بعد تو حالا اونجا که سوار شدن یه سری توضیحات و حالا یه سری حرفا با هم دیگه زدن که من نمیتونم الان بگم اینجا. بعد بایشم من گفتن که آره این یه گوشی دیگه داره، یه عالمه پسر توشه. بعد فهمیدم با دوست من در ارتباط بوده، با هم دیگه صحبت میکردن، حالا یه سری داستانا داشتم با هم دیگه. یعنی خیلی چیزا برای من در اومد تو اون مدت. من این داستان رو فهمیدم، پاشدیم نذاشتم بفهمه که بخواد گوشی رو قایم بکنه. من گفتم آقا اون گوشی در بیارم بالاخره توش مشخص میشه چه خبره دیگه. انقدر اون فاجعه برداشتم، اومدم دم خونه دنبالش، سوارش کردم، رفتیم دم کرج، دم خونه شون. از تهران تا کرج بشینی توضیح دادم که این داستانا رو من فهمیدم و بهش گفتم اگه میخوای منو روشن بکنی بابت این داستان، فقط تنها کاری که میکنی اینه که اون گوشی رو بردار بیار از بالا پایین، من اون گوشی رو ببینم. رفتیم دم خونه اونجا، حالا خلاصه سرتون رو نگرم، خودش رو زد به نمیدونم خودزنی و من نمیدونم فلانه و دیگه. من گفتم حالا که اینجوریه گوشی رو نیاوردی پایین، من دیگه اسم تو رو نمیارم و قشنگ مشخصه چه گندایی که بالا نیاوردی. تموم شد رفت. من اومدم پاشدم اومدم تهران، پاشدم اومدم تهران. این پاشد اومد دم خونه، برداشت گوشی رو نمیدونم حالا پاک کرد چیکار کرد، برداشت گوشی رو، گفتم من دیگه اصلا گوشی به درم نمیخوره. ما داستانمون تموم شد، گذشت رفت. تقریبا چند وقتی 20 روز 10 روز 10 روز 20 روز ایشون هی شروع کرد از مادرش زنگ بزنه به من، خودش پیام از طریق دوستاش این ور اون ور نمیدونم از این کارا کردن و هی بیاد بگه من اشتباه کردم و تو رو خدا من کاری نکردم و این صحبت ها، هی شروع کرد به من ثابت کردن که من کار نکردم. یه تایمی گذشت و من میدونم این خیلی داره استوری ناراحت کننده میذاره و بعدش هم مثلا چیز پشیمونی داره. قرار شد که حالا یکی همانی که ما همگی صحبت بکنیم، ما هم صحبت کردیم. آقا من پشیمونم، من اشتباه کردم، دیگه این کار رو تکرار نمیکنم، به خدا دیگه این کار رو تو نمیدونم همه زندگی من این صحبت ها. پاشد اومدش توی حالا دوباره داستان شروع شد و ما اومدیم اینا دوباره حالا بعد از اینکه با هم دیگه اوکی شدن مشکل خوردن سر اینکه حالا با هم دیگه یه سری داستانا داشتن. من سر اینا مشکل خوردم با شریکم، دعوامون شد و اصلا از هم دیگه جدا شدیم، تموم شد. یعنی با اینکه من خیانت کرد، من بخشیدمش، برگشت اومد. من گفتم آقا ما این سری اشتباه کردیم،
این داستانا پیش اومده، من تو رو بخشیدم اومد تو زندگی من، با حالا یه سری جاهای دیگه به مشکل خوردم، همه اینا که تموم شد یک هفته نشد من یه داستان جدید از توش در آوردم. یعنی به یک هفته نکشید، حتی یک هفته هم نشد که این داستان جدید پیش اومدش. عرضم به حضورتون که آره دیگه همین این جریان گوشی و اینا که برمیگرده به اون موقع، مال خیلی قصه، مال ماه اول دوستیمونه که همون موقع تموم شد رفت. من واقعا از زمانی که با این آقا حتی دوست شدم بهش گفتم سلام هیچ کاری نکردم، هر بار رفتیم مهمونی الان میگه دوستی نداری، دوستام آوردم 20 دختر ریخ به همشون آمار داد لامصب، چجوری آبروی منو جلو همه دختر رو بردی؟ هر کی میرفت میگفت نیلوفر دوست حالش بده، چرا اینجوریه؟ تولد براش گرفتم، کل دوستامو دعوت کردم، کل تهران، یعنی اون شب همه شاهدن. بابا چقدر دروغ میگی؟ مردمی که تو پارتی بودی، مردمی که اون شب بودین، همه بیاین بگین اون شب چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ میگید به دوست من آمار دادی. بابا آخه دوست تو رو من میخوام چیکار؟ من با خودت 3 هفته طول کشید دوست بشم، 3 هفته رفتیم اومدیم دوباره، بعد من به دوست تو آمار بدم؟ آخه چرا من اگه بخوام با کسی باشم که یه بشکن زدن برای دختر، اصلا یه دختر خیلی داغون و خیلی زشتم، بخواد با هر پسری باشه، بچه‌ها اصلا کاری نداره براش، خیلی راحت میتونه، در صورتی که همون دوستی که داره میگه نمیدونه. حالا بگذریم، این چیزا اصلا مهم نیست. میخوام فقط اینو بهتون بگم که من هیچ وقت خدا شاهد، خدای من شاهد، با هیچکی نه آمار بازی کردم نه چیزی، ولی 1000 بار موچ این آقا رو گرفتم، هر بار موچ این آقا رو من گرفتم، من گفت آره تو گوشی داشتی، تو نمیدونم با دوست من آمار بازی کردی، تو قبلا اینجوری بودی، تو خراب بودی، تو جنده بودی، ببخشید دارم اینجوری میگم ولی حرفاش، اگه دروغ اسکرین شات بذارم. خلاصه گذشت، من خیلی شدید عاشق این آقا شدم، 2.5 سال باش، یعنی 2.5 سال اینا تقریبا بود که دیگه همش منو میزد و دیگه منو موقع خیلی دوستش داشتم، همش تعامل میکردم، سکوت میکردم، خیلی داریم دختر اینجوری، یعنی من همش فکر میکردم، همش یه جوری رفتم که انگار تقصیر منه، مثلا همش به من میگفتش که دیگه عید میام خواستگاری، بعدم بابام صحبت میکردم، بعد یهو بابام زنگ میزد که چی شد، چرا به من زنگ نزد پس این پسری که میگفتی؟ گفتم، بعد من به سینا مسیج میدادم که خب چرا بابام زنگ نمیزنی، از تو منتظره بهش زنگ بزنی، بعد یهو میگفت چرا هی به من پی میدی، اصلا من نمیخوام فلانه، من نمیخوام، تو طرف خانواده تو گرفتی اصلا، حالا که اینجوری بلاک. بعد فکر کنم من با پدر مادر خودم، همین دفعه آخری که کات کردیم 5 ماه، من با پدر مادر خودم صحبت کردم که این میخواد بیاد خواستگاری، 3 بار منو اینجوری اسکل کرد، یعنی هی گفت میام خواستگاری، هی نیومد، هی گفت میام خواستگاری، هی نیومد، وگرنه من اسکل که نبودم این همه سال باهاش باشم، وگرنه یه دختر چرا باید این چیزا رو تحمل کنه؟ گفتم اشکال نداره، حداقل دوستش دارم، مثلا میخوام باهاش ازدواج کنم، درست میشه، همه حرفایی که همه دخترها به خودشون میزنن و فکر میکنن درست میشه و هیچ هم درست نمیشه و بدتر میشه. خلاصه آقا دفعه آخر اینجوری من خانوادم رو اسکل کرد و پیچید به بازی، 5 ماه هم رفت و تو اون 5 ماه رفت پارتیاشو رفت و دختر دوست دختراشو داشت و همه کارو کرد و منم که همه شاهد بودین تو خونه داشتم سقف و نگام کردم 5 ماه به امید ایشون. از اون برم با دوست من صحبت میکرد که آره هیچکی دوست دختر خودم نمیشه، نمیدونم اصلا چرا این کارا رو کردم فلان، این حرف و عکس، نمیدونم الان نمیدونم بگم یا نگم، بگم یا نگم، ولش کن دیگه، انقدرم بی حیا نیستم. میفرستاد واسه دوستم که آره ببین به خود من هیچ کاری نکردم، در صورتی که با دختر بیرون استوری میذاشت، نمیدونم 1000 تا چیز میز برام من میفرستادم، میگفتم دوست ساعت الان اینجا تو ماشین دیدیم، توی ماشین اینجوری دیدیم با 2 تا دختر دم داروخونه تو سعادت آباد، نمیدونم اینجا دیدیم فلان دیدیم. خلاصه من گفتم 5 ماه نبودم، اشکال نداره، خودم رفتم جلو، همه این چتایی که داری میذاری سینه تو رو خودت جواب بده، به خاطر اینکه یه دفعه روانی شدم، گفتم آره حتما دوستم داره، حتما کاری واقعا نمیکنه، اشکال نداره بذار رابطه‌مو درست کنم. همه از اون ور بهم میگفتن که بابا دیوونه این داره میاد اینجا این کارو میکنه، اومده پارتی دست دوستتو گرفته میاد پارتی، به همه میگه به نیلوفر نگید، ببخشید من صدام میلرزه چون خیلی عصبیم، بذار بشین. بعد هیچی دیگه گذشت و من رفتم جلو در خونه اینا، التماس و اینا، درست میگه همه اینا رو که تو رو خدا بیا آشتی کنیم، من تو رو دوست دارم و اینا، که رفتم و با هم دیگه آشتی کردیم. خدای من شاهد اگه یک کلمه دروغ بگم، ببینید حتی دارم اینا رو هم میگم که آره درسته من رفتم با این آقا آشتی کردم، من رفتم جلو، درسته همه اینا، رفتیم بالا با هم آشتی کردیم و
به من گفتش که من اصلا نمیخوام ازدواج کنم، من دنبال ازدواج نیستم، دنبال زندگی مجردی هم و اینا. منم اون موقع که عاشق پیشه و نمیدونم اصلا تو این دنیا نبودم و یه اسکلی بودم که بیا و ببین. منم گفتم اشکال نداره، من تو خیلی دوست دارم، اصلا با هم دیگه دوست باشیم. ازدواج نمیخواد بکنیم، اصلا مهم نیستش ازدواج، واقعا به جون بچه‌ام راست میگم، من اصلا نمیخواستم این آدم ازدواج کنم. گذشت و من اینو بهتون نگفتم، قبل عید من همون قبل از اینکه آره قبل عید بود، قبل عید من یه بار حامله شدم دیگه، همه تو میدونید پنهان کردن نداره. بعد این آقا اول گفت من بچه رو میخوام، بعد گفت نمیخوام، خلاصه منو برد و دیگه ما بچه رو انداختیم و بعدش زنگ زد من گفت آره میخوام قرص برنج بخورم، نمیدونم میخوام خودم بکشم، شب عیدم بود. منم گفتم بابا چی میگی چرا اینجا؟ گفت آره نمیدونم عذاب وجدان گرفتم، نمیدونم چرا این کارو کردم، من تو رو دوست دارم فلان این حرفا. که منم دوباره خر شدم و بعد دوباره الان برمیگردیم به بعدش که آشتی کردیم. میخوام بهتون بگم که قبل از اینم من حامله شده بودم، یعنی چیز خاصی نبود که مثلا بگید آره نمیدونم چرا مثلا حامله شدی و بچه آوردی. بعد ما با هم آشتی کردیم و دو ماه اینا با هم دوست بودیم که من دوباره باردار شدم. بعد یعنی فکرشم نمیکردم ولی خب باردار شدم دیگه. بعد بیبی چک زدم مثلا، یعنی فکرشو نمیکردم، بیبی چک گذاشتم روی میز رفتم اونور، یعنی اصلا گفتم با اینم که منفیه بیا ببین. بعد رفتم صابون درست کنم برای ایشون، این یهو بیبی چک دید گفت نیلو مثبته، وای مثبته وای. بعد منم که یعنی تو دلم داشتم هرس میخورم، گفتم بابا اسکل چرا اینقدر ادا در میاری؟ تو که میخوای این بچه رو بندازی چرا اینقدر ادا در میاری؟ الکی میگی آره مثبته. منم اصلا خوشحال نشدم، ناگفته نماند که دوستامونم شاهدن. رفتیم خونه شما، حتی اون شب مشروب خوردم، بعدش رفتیم مهمونی سیگار کشیدم، هزار تا کار کردم، یعنی اصلا نمیخواستم بچه رو نگه دارم. گذشت و چند روز بعد به من گفتش که آره با مامانم میخوام صحبت کنم بیام خواستگاری، من که تو رو دوست دارم نمیدونم فلان. الان میگیم دلت سوخته منو گرفتی، تو گفتی بچه رو نگردم، من بچه میخواستم تو سن 25 سالگی 26 سالگی میخواستم بچه بیارم، تو منو مجبور کردی، مامانت اومد گفتش که بیاییم با هم ازدواج کنیم. بعد اومدن خواستگاری من، به من قول دادن و اینا، خلاصه ما قرار شد که با هم ازدواج کنیم. بعد رفتیم وقت گرفتیم واسه عقد و قرار شد عروسی بگیریم و قرار رو گذاشتیم و تمام شد که دیگه بعد از این من تو پیجم گذاشتم. من موندم تو سن 25-6 سالگی، آه 26 سالم و 27 سالم و با یه دنیا بدهی، چون حالا بالاخره اون موقع اتفاقاتی افتاد بدهی بالا آورده بودیم و یه سری مشکلات شدید. یعنی من شروع کردم از زیر صفر، با اینکه اینجوری من پشتش در اومدم، دوباره پشت من خالی کرد، منو تنها گذاشت توش بدترین شرایط زندگیم، گذاشت رفت، شروع کردم دوباره تنهایی ساختن. تمام اون بدهیامو که زیری که بودم توی کارم جبران کردم، کار کردم، دوباره بعد چند وقت گذشت و سرکلش پیدا شد آره من کسی رو دیگه نمیتونم پیدا کنم، من فقط تو رو دوست دارم و این صحبت. دوباره ما داستانامون شروع شد. من که گذشتش تو این داستانا دیدم پای یه سریا دوباره جدید اومد به وسط. یه بنده خدا یه دکتر نامی بود، یکی اومد به من گفت سینا حواست باشه به سخترت، این زیاد اونجا میره میاد. من امارو یارو رو در آوردم، پاشدم رفتم بالا سر یارو، یارو قشنگ به من نشون داد که آقا نگاه کن این صحبتای این با منه، اینم خودش خواسته بوده که ما اصلا با هم دیگه صحبت بکنیم، این چیزی بوده که خودش اومده بوده سمت من. دوباره اونجا به من ثابت شد که این داستان داره و این یعنی این برای بار چندم بود که داشت به من خیانت میکردش. گذشت و ما اومدیم جلوتر، دوباره ما چند وقت دیگه گذشتش، من دوباره اومد سمت من گفت آره من نمیدونم این داستان اینجوری نبوده، با یه سری مدارک و فلان من اصلا دیگه نمیرم از این خونه، من فلان میکنم، ال میکنم، بل میکنم، من اومدم نمیدونم بسازم و این صحبت ها. گذشت ما رفتیم دوباره تا تولدم شد،
برداشتش شب تولد من به جونه به مرگ پسرم قسم اگه تک تک حرفایی که میزنم یک کلام دروغ باشه. شب تولدم شد پاشدیم رفتیم مهمونی، بعدش زیاد خوردش قشنگ حالش بد بود. بعد من وایساده بودم همون اولش وایساده بودم کنار میدم، میگفت مثلا رفته بودیم یه گوشه وایساده بودیم، رفته بود تو دیوونه بازی، میگفت نه تو فلان کردی اینجوری کردی اینو نگاه کردی. گفتم بابا چی داری میگی، تو تو زندگی من نبودی، من هزار تا کار میتونستم بکنم، اگه بخوام بکنم اگه جلو تو میکنم، اصلا میرم این همه آدم هست اصلا ولت میکنم میرم دنبال زندگیم، این همه تو در حق من بدی کردی. دیدم آقا این اصلا حالش بده، یعنی واقعا به مرز واقعا به دیوونگی رسیده بود به خاطر اینکه زیاده روی کرده بود. کشیدمش بیرون گفتم ببین واقعا خب اون موقع من خدا وکیلی خیلی دوستش داشتم، بهش برشم گفتم به خاطر من جون من بیا اینجا بریم، این بدتر نکن، خراب نکن همه چیو، نذار اتفاقا همینطوری بدتر و بدتر و بدتر بشه. ببین نکن تا الان همه چیو خراب کردی، من وایستادم برات. به حرف من گوش نکرد، وایستاد اونجا جلو چش همه، جلو همه آدم ها، یعنی همه آدم هایی که اونجا بودن، قشنگ خودشو مالید به این همه آدم، این همه پسر، آبروی منو برد، شخصیت منو خورد کرد. من گذاشتم رفتم اونجا، من دیگه پشت دستم رو یاخ کردم اونجا هم. اگه از قدیم توی مثلا پیج من بودین و میدیدین اونجا هم من یه واکنشی نشون دادم، قشنگ جوابشو دادم که دیگه پروندهشو بستم اونجا. رفتش گذشت، چون این کارو کرد دیگه اصلا هیچ رقمه تو مخ من نرفتش. دو ماه از این داستان گذشت، ما رابطه‌مون تموم شده بود، من اصلا دنبال کار و زندگی خودم بودم. هر روز پا میشد میومد میگفت من اشتباه کردم، در خونم تو سعادت آباد میگفت آقا تو رو قرآن بذار من دیگه فلان میکنم، میومد تو خونه من نمیدونم شونود میذاشت، کل خونه رو داشت و هیچی نمیتونست از من در بیاره. یعنی الان 5 ساله من اومد توی اتاقم شونود گذاشت، تو ماشینم گذاشت، یعنی 5 سال همه تلاششو کرد. میدونی از کجا داره میسوزه؟ از اینجا داره میسوزه که همه تلاششو کرد از من چیزی در بیاره یا من کاری بکنم، نتونست. خب فکر میکنم من مثل خودش میرم کاری میکنم، ولی من پایبند بودم. من افتخار میکنم به این داستان، خدا شاهد این موضوع، این موضوع هستش. حرف و حدیث که این چرت و پرتا من نکردم یا این حرفا خودتو به مظلومیت بزنه که فایده نداره که. خب این نتونست، هر کاری کرد، هر تلاشی کردش که بتونه از من چیزی در بیاره، موفق نشد که نشد که نشد. اومد گفت من نمیدونم، دوستشو فرستاد جلو. حالا من نمیخواستم این چیزا رو بگم، اومد خودکشی کرد، زنگ زد دوستش به من گفت آره سینا این خودکشی کرده تو میدون سعادت آباد، تو هم منم تو خونه گرفته بودم خوابیدم ساعت 1:30 بشه. گفتم های بابا عجب داستانهایی داریم ما، پس تموم نمیشه این بگایی از زندگی ما. حالا این خودکشی کرده اومده تو سعادت آباد، پاشو برو بیمارستان. من پاشدم نصف شب رفتم اونجا بیمارستان، میگم آقا این دختره حالا خونش گردن ما نیفت. بعد روز عقدم رسید، رفتم سالون میکاپ شدم دیگه، مامان و خواهر اینم بردم با خودم، اونا هم میکاپ شدن و بعد دیگه تایم عقد رسید. این اومد پایین منتظر من، چون داشتن اونجا از من عکاسی میکردن، یک نیم ساعتی معطل شد پایین. بعد من رفتم پایین، فکر کنیم با کلی ذوق روز عروسیتون بریم، رفتم پایین با کلی ذوق. بعد نشستم تو ماشین، این نگذاشت نبرداشت، یه دونه زد تو گوش من محکم، گفت آره اسکل میمن، اسکل تو هم من اینجا یه ساعت علاف میکنی فلانه. یعنی فکر کنیم من با آرش عقدم اونجا زدم زیر گریه، گفتم من نمیخوام با تو عقد کنم، بهتر اصلا ما همه چی تم کنیم، نه بچه میخوام، نمیخوام عقد کنم، هیچ کدومو نمیخوام. بعد گفتش که یه ساعت منو تو خیابون چرخوند، رفتیم جلو دفتر وایستادیم. بعد هی مامانم هی بابام هی مامان و باباش سعی میزنن که کجایین، چیکار میکنین، چرا نمیایین. بعد هی میگفت الان میایم الان میایم. خلاصه هیچی تو رو در واسه مامان و بابام رفتیم بالا و من هیچی نگفتم. نشستیم و عقد کردیم. عقد کردن و بچه دار شدن من به همین شیوهی بود که الان براتون تعریف کردم. خلاصه هیچی، عقد کردیم و رفتیم خونه. 2 روز بعد از عقدم منو بل کرد، 10 روز رفت. یعنی من که کن تازه عروس توی خونه
نمیخوام گریه کنم. توی خونه 10 روز من تنها بودم، 2 روز بعد عقدم، 10 روز بعد عقد اینجوری شد. من نمیخوام، از زن نمیخوام، از زندگی مجردی رو دوست دارم، من بچه نمیخوام، نمیدونم زن نمیخوام. بعد خانواده شما ما بابای من هر از من گفتن که اشکال نداره، همه مردا اینجوری میشن، همه چی، همه مردا همینن، تحمل کن میادش. خلاصه من 2 روز بعد عقدم 10 روز منو ول کرد رفت. آخرش هم گفت من هتل بودم، منم که هیچ وقت نمیفهمیدم این 1 ماه 2 ماه 3 هفته 2 هفته هایی که منو ول میکرد کجا میرفت، چی کار میکرد، نمیتونستم هم هیچ جوری بفهمم. همین دیگه، برگشت خونه ها. اون موقع من فکر کنم 2 ماه یا 3 ماه هم بود. بعد من به خاطر اینکه حامله بودم هیچ کاری نمیکردم، یعنی اصلا هیچی نمیگفتم به این. بعد این کلا چند وقت یه بار میگرفت منو همین جوری، مثلا یهو داشتیم فیلم میدیدیم، مثلا دماغ منو فشار میداد، بعد من میگفتم نکن، چرا دماغ منو فشار میدی، دماغ من محکم فشار میداد، بعد میزد تو سر من، بعد من میزدم تو سر خودش، بعد میگرفت منو حامله همون جوری میزد. به خدا هیچ وقت این حرفا رو به هیچکی نزدم. خب الانم مهم نیست اینا دارم میگم، این همه آدم میبینن، ولی حداقل میدونم به من چی گذاشته تو این مدت. مامانش هم که هیچ، از اون بر همشون بابا اشکال نداره ساکت باشی، چی نگو، نمیدونم درست میشه، عاقل میشه، یعنی همینجوری بی دلیل میگرفت یهو منو میزد، اصلا مثلا شوخیش یهو به کتک کاری میرسید. بعد دوباره من هیچی یادم واقعیتش درست نمیاد اون موقع ها را، چیزایی که خیلی تو ذهنم مونده رو براتون تعریف میکنم. بعد هیچی گذشت و به خودم من تو این مدت مثلا همش منو ول میکرد میرفت، مثلا صبح میرفت 12 شب میومد خونه. بعد مگه جرأت داشتی ازش بپرسی کجا بودی؟ گوخوری تو، من کجا بودم؟ به تو چه که کجا بودم؟ زندگی منو سیاه کردی، نمیدونم منو بدبخت کردی، من نمیخوام زن داشته باشم، نمیخوام ازدواج کنم، تو اومدی خوشیای منو ازم گرفتی، هر اون زده تو اومدی زندگی منو بدبخت کردی، با من ازدواج کردی، یه بچه گذاشتی تو دامن من که خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنم اون بچه رو به من داد. خب میدونی چرا؟ چون از توی عاشقان متنفر شدم. خلاصه گذشت، رسید به همینجوری من هیچی نمیگفتم، ما یعنی 300,000 بار دعوا پا شدم رفتم اونجا، دیدم که یه عالمه قرص خورده، بعد یه چیز نوشته بود، یه نامه نوشته بود، دیدم یه عالمه قرص خورده، رفتم ماشینشو برشتم آوردم، بعد نوشته بود که آره من اشتباه کردم تو زندگی، من قدر تو رو ندونستم، چیزی نتونستم از تو در بیارم، تو پایبند بودی به من، من اشتباه کردم، من جبران باید میکردم این کارم و من دیگه این زندگی رو نمیخوام. اصلا ببین من آتیش گرفتم اون لحظه، اینو برشم بردمش بیمارستان، نصف شب بردمش، یه بیمارستان قبولش نکرد، بردمش بیمارستان دیگه، حالش خوب شد، آوردم برش، برش آوردمش خونه، چند روز من بود، حواسم بهش بود، ازش پرستاری کردم، مراقبت کردم، دور مغزم رو سرویس کردش تو اون مدت، اومدش حالش خوب شد. گفتم ببین تو آدم بدی نیستی، خب تو حالا تو زندگیت بهت بد شده، فکر میکردی که منم اینجوری هم، دنبال این بودی که همش بخوای خیانت بکنی، که اگه 1% از من خیانت دیدی ناراحت نشی که چرا جا موندم، منم آدمی هم که دوستت داشتم نمیتونستم بهت خیانت کنم، واقعا هم دوستش داشتم، واقعا به مرز جنون من دوستش داشتم، یعنی یه تایمی من افسردگی شدید گرفتم، همه شاهدن که من چند وقت چند ماه من با هیچکی صحبت نمیکردم، هیچ جا نمیرفتم، میرفتم شب تو خونمون میخوابیدم، صبح میرفتم در مغازه ساکت با هیچکی کار نداشتم، دوباره منم میرفتم، یعنی من این سری چیزها رو فهمیدم، واقعا افسردگی شدید گرفت همه وجود منو. پاشدم رفتم عرضم حضورتون که باش صحبت کردم، گفتم آقا با تمام این شرایط الان تقریبا یه چیزی حدود 2.5 سال که از رابطه ما میگذره، ما با هم روزای خوش نداشتیم، ما هر موقع با هم میرفتیم مسافرت یه داستانی پیش میومد، یه دردسری داشتیم، یه مشکلی داشتیم، گفت نه فلان و الا بله، بیا بریم تو با این طرف مشکل داری، بیا بریم با هم دیگه خرابش کن، هر چی میخوای بهش بگو فلان بکن، من هر چی بگی تو قبول.
خلاصه خب منم ته دلم واقعا دروغ چرا بگم، واقعا هم کسی نمیتونست جاشو بگیره برام، به خاطر اینکه خب خیلی همش محبت کرده بودم، هم درسته حالا خیانت ازش دیده بودم، ولی خب اون قسمت هایی که با هم دیگه خوب بودیم یه حس و حالایی بود که مثلا هیچ وقت نداشتم، مثلا بهم خوش میگذشت، مثلا یه خاطراتی حالا مثلا برام، بعد میدونی بیشترین چیزی که من اذیت میکنه این که مثلا من دو سالیم پای این زن موندم، بعد این مثلا من خیانت میکرد، بعد من نمیکردم، خیلی مثلا برام چیز با ارزشی بود که تونستم خودمون گردم، حتی در حدی که من مثلا تو زندگیم اگه چند تا دختر بودن شاید به همشون خیانت کردم، شاید هزار تا اتفاق افتاده بود، ولی تنها کسی بود که تو زندگیم نتونستم بهش خیانت کنم و اعتراف هم میکنم، چون تنها کسی بود که تو زندگیم عاشقش شده بودم، من هیچ کسی تو زندگیم انقدر دوست نداشتم، این حقیقتی بود، ولی منو بارها و بارها خوردم کرد، یعنی جلو همه، جلو خانوادم، جلو دوستام، جلو رفیقام، همه چی منو ازم گرفت، بعد آخرم این حرفا رو زد، دوباره گذشت و اون رابطه کثافت ما دوباره شروع شد و همه چی دوباره بد و داستانها و می اومد می رفت تو مهمونی ها قرص می خورد، اصلا خودش بی خود می شد و می رفت رو توهم، چون خودش مثلا یه عمر اینجوری تزندگی کرده یا همه رو اینجوری دیده بود، شروع می کرد، می گفتم بابا ولمون کن، اصلا من دیگه با تو هیچ جا نمی رم، هیچ جایی من با تو نمی رم، یعنی حتی به این شد که ما رفتیم آنتالیا، گرونترین هتل گرفتم، بهترین هتل گرفتم، رفتیم یه هفته اونجا، زندگی منو اونجا سیاه کرد، یعنی نمیدونی چه مغزی از من اونجا در آورد، یه سری چیزا مثلا میومد تو پیج من میگفت، یعنی گیراش فقط چیزایی که دعوای ما تو اونجا مثلا سر چی بود، میومد تو پیج من این دکمه چیزو میزد، مثلا سرچ میخوای بکنی مثلا میزنی اس، مثلا یه چند تا اسم میاد، میگفت آره برای چی مثلا میذارم اس، اسم اینا میاد، برای چی مثلا تو پیج اینا رفتی، مثلا تو این مدت که من تو هم قرار بودیم بعد شما رفتی تو پیج، یعنی من به غیر از اینکه هیچ کاری نکردم بعد سوال جواب میشدم برای چی رفتی تو پیج فلانی، جالب اینجا حتی با اینم، یعنی تو مسافرتمون که ما بهمون خوش بگذره دعوا اینا داشتیم، برای همین میگم مشکل روانی و اعصاب داره طرف، خلاصه سرتون درد نیارم، تو اون مسافرت دهن منو سرویس کرد، اون همه من براش خرج کردم، اومدیم تهران قشنگ گذاشت تو کاسه من، همون شب زد چشم منو پاره کردش، من هیچی بهش نگفتم، فقط گفتم ببین من دیگه با تو تا سر کوچه هم نمیام، چون تو فقط همیشه حال منو بد میکنی، برگشت به من گفت، من فکر من 7 ماه بود، به من میگفت من بقیه دخترها خوشم میاد، نمیخوام به تو خیانت کنم، بهتر ما از هم دیگه جدا بشیم، بعد منم گفتم بابا سینا بابا من 7 ماه چند ماه دیگه بچم به دنیا میاد، چرا آخه این کار با من میکنی، تو رو خدا حداقل سب کن بچه به دنیا بیاد، بعد جدا شو از من، بعد طلاق بگیر، بعد هیچی دیگه، تو همه دوران بارداری من داشتم التماس آقا رو میکردم که از من جدا نشه، منو تو دوران حاملگی ول نکنه، همش به من میگفتش که آره من نمیدونم چرا، میخوام یه چیزی رو بهت بگم، اگه دروغ میگم ایشالا خدا بزنی تو کمرم، اینا رو نمیگفتی؟ اینا رو میگفتی دیگه، همه ننه بابات هم شاهدن، واسه همه هم فرستادم، میگفتش که آره من نمیدونم خدا چرا مردا رو اینجوری آفریده، چرا مردا اینقدر کثیفن، چرا نمیدونم، من همش نیلو میخوام راستشو بهت بگم، من از دخترای دیگه خوشم میاد وقتی دخترای دیگه رو میبینم، نمیخوام نمیدونم اشتباه کنم فلان کنم، بعد این از ترس اینکه من بفهمم هیچ وقت مثلا نمیتونست کارهایی که با بقیه کرده رو با من بکنه، مثلا زن قبلیشو تو خونه زندانی میکرد، بلند میشد میرفت مغازش با دوست دختر اولیش، با دوست دختر اولیش اونجا رابطه داشت که زنش فهمید و همون موقع طلاق گرفت، مثلا میخواستم برن شمال با دایش، اینا همشون خانوادگی، همشون خانوادگی همین جوری هن. یعنی تو جرات داری بری تو خانوادهشون بگو این مرده این کارو کرده، میگه که خب حقته،
میخواستی زن خوبی باشی، میخواستی خوب سرویس بدی، میخواستی خوب خدمت کنی، میخواستی خوب غذا بپزی. همشون همینه. یعنی خیانت توی خانواده خیلی چیز عادیه برای اینه. برای من عادی نبود. بچگی هم دنبال عشق بودم که الان به اجرستم. یعنی مثل بقیه میرفتم از رو عقلم انتخاب میکردم. الان هم وضعیت هم این نبود. الان وضعیت همی با شوهرم مثل همه بلاگر رو میرفتم مسافرم، میرفتم جاهای خوب، کادوهای خوب گرفتم. آخه تو چه کادویی به من دادی؟ اسکل هر کادوی دادی استوری شده دیگه. هر کادوی گرفتی هم استوری شده. تولدی که بر من گرفت یه گردنبند به من داد، یادتونه؟ گردنبند رو بعد تولد از من گرفت. اگه یادتون باشه من چند سه ماه پیش اینا با گردنبندم استوری گذاشتم. همون موقعی که 850 میلیون پول از من گرفت، همون موقع رب با پول خودم گردنبند رو خرید بهم داد. یعنی گردنبند رو بعد هیچی. حالا الان خیلی پریدم جلو، بزنی یه ذره برگردم عقب‌تر. آره من 8 ماه هم بود، یعنی 1 ماه دیگه. من انقدر توی دوران بارداریم اذیت شدم، انقدر من تو دوران بارداری سختی داشتم. من 2 ماه آخر 2 تامپول هپاریسونیم میزنم به خاطر اینکه تنگی شریان رحم گرفته بودم. یعنی روزی 2 تامپول میزدم 12 صبح و 12 شب. کل بازوهای من کبود بود، کل رونای من کبود بود به خاطر فشار روحی روانی که فقط تو اون مدت به من وارد میشد. هر دختری میومد مثلا میدیدم دختره مثلا داره میره، مثلا این داره به کونه دختره ببخشید نگاه میکنه، میگفتم بابا اینقدر آبروی منو نبر، ما هر جا میریم اینقدر آبروی من باش بازی نکن. بعد من میگفت آقا تو چیکار داری؟ ببخشید من چجوری بگم، من اونجای دختره رو دوست دارم نگاه کنم. میخوای چتاتو بذارم؟ میخوای بذارم همه ببینن؟ میخوای دوست داری؟ بعد هرچی میشد من میگفت کسکه چه کیریه جنده ی حرومزاده جنده بیزینسی، مادرتو میگم نمیدونم کیر میکنم، تو عاقبت فلانت میکنم، میخوای چتاتو بذارم حرومزاده؟ میخوای بذارم آبرو خاندانتونو ببرم؟ خجالت نمیکشی تو گم میخوری؟ بابا هرکی دیگه جای تو بود میرم گم میشه، چقدر تو حرومزاده؟ مادرجان این همه پول از من گرفتی بردی، خجالت نمیکشی این همه بلاها سر من آوردی بعد می جلو مردم مظلوم نمایی میکنی؟ همیشه همه یه حرفاش به من همین بود، جنده یه کیریه حرومزاده یه کسکش مادر، جنده کیریه فلانه بیساره، جنده فلان با اون فلانت، با اون کونه فلانت، با اون اونجای اونجوری، با اون فلان. من دلم میخواد برم با یکی اونجاش اینجوری باشه، اینجاش اونجوری باشه، اونجاش فلان میکنم اینجوری بشه. اینا رو میخوای بذارم مردم ببینن بشناسن تو چه حرومزاده حوالی هستی؟ آره من دوستی ندارم، نه دوست دارم زیاد، ولی جلو تو اسکل نمیارمشو، فهمیدی؟ دیگه اونجا بود که واقعا تصمیممو گرفتم. اومدش رفتیم خونمون رو عوض کردیم، گفتیم بیا خونه رو عوض کنیم شاید حس و حالمون خوب بشه، شاید مثلا فازمون عوض شد. اومدیم خونه رو عوض کردیم، دوباره شروع شد، دوباره یه داستان دیگه دعوا شد. بعد کلید اون خونه رو داشت، بعد منم دیدم یه نامه نوشته گذاشته، آره من به تو خیلی بد کردم، تو حق داری، تو نمیدونم فلانه اله بله اینجوریه، با هم دیگه درست میشیم. دیگه ما اون رابطه همون دیگه رابطه نشد که نشد. یعنی داستانا و حرفا اونجا ادامه دار شد، من دیگه نتونستم اصلا مثل قبل باشم. دیگه هی میومد میرفت، مثلا دیگه مثلا دو سه ماه کات میکردیم. به والله قسم به جون پسرم از روزی که دیدمش تا همین امروز من هیچ کاری با هیچ بیشتیه دست بهش دختری ندادم، این همه حرفا رو به من زده، ولی اون من سند و مدرک دارم که یه کارایی کرده. خب داره خودش اینجوری به موش مردگی میزنه. اومد و دیگه دفعه آخرم دوستامون اومدم واسطه شدم. من گفتم آقا دیگه ولم کن، میخوام زندگیمو بکنم دیگه، با دوستام بشم، میرفتم دوره همی و اینا. بعد یه مثلا دوستش اونجا بود، گفتم بدون اینکه با من هماهنگ کنه زنگ زد اونم اومدش، ما با هم دیگه اومدیم خونه. مثلا تا جلو تا تو خونه فقط دعوام آوردیم، تو خونه دوباره دعوامون شد. آها تو خونه دعوامون سر چی شد؟ رفتم تو گوشیش. ببین من بزرگترین مشکلی که باش داشتم تا همین الان، یعنی تا همین اواخرم که ما با هم دیگه مشکل داشتیم، من حرفم بشیم و میگفتم تو برای چی کل اسمساتو پاک میکنی، کل اینستاتو پاک میکنی، کل تلگرامتو، کل واتساپتو،
دلیلش چیه که همه چی رو پاک میکنی؟ تو مگه کاری میکنی؟ یعنی ما هر روز اولی مشکل داشتیم، دوباره اومدیم دیدم این کارو کرده. خب ببین شما اگه خنگ هم باشی یه حس بیاد میگه آقا این حرکتی زده که برای چی؟ برای چی؟ من الان براتون میذارم اسکرین کد اگه خواستی میگیرم. از 4 سال 5 سال پیش من همه چی من موجوده، یه چیزی نفتش وقتی که طلاق پاکه چه منتش به خاکه. وقتی کاری نمیکنم از خودم مطمئنم آقا همه چی من موجوده، ولی وقتی همه چی پاک میشه دلیلش چیه؟ اومدیم خونه دوباره با اون دوستاش بودن، دیدیم آقا این دوباره برشته همه چی رو پاک کرد. قبلش حالا مثلا من رابطه داشتیم و اینا کاری ندارم، دعوامون شده دوباره گذاشت رفتش. این وسط یهو بعده چه من گفتم آقا اصلا این میدونی آدم یه بار یه چیزی رو میبینه میبخشه، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار دیگه میدونی یه حالتی شده بود که لوس شده بود داستان. من گفتم آقا واقعا دیگه اصلا خنده دار داستان. بعد من اصلا تصمیمم اون گرفتم، برنامه ریزی کردم، بلیت گرفتم برای جام جهانی بود، نمیدونم شیشی بودش، میخواستم برم با دوستان. اصلا یه بیخیال شدم، گفتم آقا دیگه بس دیگه آدم ها چند تا یهو دیدم بعد چند وقت مثلا یه ماه دو ماه به من دوستش پیام داده آره فلانی حامل است. گفتیم ای بابا این چه. بعد من خیلی ضعف بچه داشتم تو زندگیم، اصلا بچه خیلی دوست داشتم، مخصوصا یه تایمی اتفاقا افتاد که همه دوستای من، همه رفیقای من بچه دار شدن. یعنی اصلا اسم بچه می اومد راست میگه، من گل از گلم شکفت دیدم میکایلو عامل است، راست میگه. نمیدونستم که این کار رو با من میکنن، که نمیدونستم که این بلاها رو سر من میارن. که اومدم دیدم حامل است دوباره آوردمش، هی بخوام دادش، گفتم خدا یا این الان ما چه زندگیمون خوب نیستش، با هم الان بچه هم بیاد دوباره نابود میشیم. گفتم بذار بیاد با هم صحبت بکنیم. اومد نشست صحبت کردیم، سه روز چهار روز با هم توی خونه زندگی بودیم، یه داستانی دوباره درست کرد، یه شر درست کرد. حالا اصلا اینا رو یادم نمیاد اون موقع که من گفتم اصلا من شرت از من کم بشه، شر تو از من کم بشه، من دیگه نمیخوام تو رو. اومدیم رفتیم با هم دیگه چیز دکتر بچه رو انداختیم. ببین منم اونجا که در اومدم یهو از آن گفت، یهو بارون گرفت. اصلا من راست میگه حالم بد شد، واقعا داشتم به مرز دیوونگی و سکته میرسیدم، واقعا حالم بد شده بود، واقعا ناراحت بودم. اومدم خونمش گفتم تو هم ناراحت نباش، چیزی نباشه و اینا. خلاصه با هم دیگه اوکی شدیم. شب عید همون تایم بود که به خاطر کرونا همه جا رو بسته بودن، تعطیل بود. اومد این ایام عید رو با هم دیگه بودیم و بعد من دیدم که اصلا این تایمی که با هم دیگه بودیم اصلا دوباره داستانا داره شروع میشه، دوباره توهما، دوباره اصلا یه رفتارای زشت و زننده دوباره داره زده میشه. برگشت این داستان تموم شد، به من قفلی زد که آره تو باید همین الان بیای همین فردا صبح بعد بیای خواستگاری من. منم بهش گفتم ببین من خواستگاری تو نمیام تا وقتی که مطمئن نباشم زندگیمون به یه نتیجه میرسه، من نمیام خواستگاری تو. چه دلیل داره من بیام خواستگاری تو وقتی من و تو با هم دیگه خوش نیستیم زندگیمون رو سیاه بکنیم؟ من نمیخوام بگیرم. گفت نمیخوای من میرم اینجا. گفتم ببین اینجا نرو، یا هر دفعه این رفتار رو کردی، یه چیزی که زوری نیستش که آدم میخواد یه کاری بکنه بعد خودش هم علاقه داشته باشه، نمیشه تو پا بذاری رو گلوه من، پاشو بیا خواستگاری من. گفتم من نمیام. گفت پس من اینجا میرم. گفتم برو مواظب خودت باش. از اونجا گذاشت رفت. اون شب دوباره بدترین ضربه زندگیمو به من زد. یه نفر اسمش رو تو گوشی سینا سیف کرده بود، تو تلگرام جوین میشه، حالا نمیدونم چی بوده داستانش، تو تلگرام جوین میشه بعد میزنه که سینا جوین تلگرام. میاد مثلا میبینه یارو چند تا چیز عاشقانه گذاشته، فکر میکنه که من اونا رو گذاشتم. بعد شروع میکنه عکس مکس های خودش و عکس مکس های قدیمش مثلا با اینا اونو میذاره. بعد که این کارو میکنه دیگه من اینو دیدم آتیش گرفتم. من فقط به سنگ دادم گفتم ببین زندگی تو سیاه میکنم دیگه، واقعا شوره داستان. چون خیلی بد خبرش ترشید اون موقع، یعنی واقعا دل من شکست دیگه. اونجا دیگه رفتیم تو اون 6 ماه جدایی. توی اون 6 ماه جدایی خدا شاهد منه و تمام دوستای من شاهدن، تمام دوستای من شاهدن. زندگی من صبح تا شب این بود که برم مغازه کار بکنم پول در بیارم، بیام برم خونه باشگاه، تهش هم یه کلاس تا
تنظیم میرفتم، تنظیم موزیک یاد بگیرم. یعنی کل زندگی من حول این محور بود. دیگه یه تایمی گذشت، یه 4-5 ماه گذشت و 4-5 گذشت، نه که به خاطر اینکه منتظر باشم برگردم، حالم بد بود، میدونی یه انرژی منفی خیلی زیادی تو زندگی بود، میخواستم پاک بشم تو اون دوران. و اومد و یه 3-4 ماه گذشت، یه سری خبرها به گوش من رسید که این فلان کارو کرده. مثلا یا آمار به گوش من رسید که با یه آدمی که چیزه یه آدمی بود، نمیدونم تو عراق بود، اربیل بود، با اون مثلا صحبت کرد میخواد نمیدونم بره پیش اونو، بعد نمیدونم یارو حالا چیکار کرده بود، باش استوری باشه بر یارو، مثلا یارو بهش گفته بود برات ماشین میخرم و این صحبت ها، بعد مثلا براش لایو گذاشته بود، آره آدما فقط حرف میزنن و این صحبت ها و هیچکی عمل نمیکنه، هیچ آره ببخشید بچه من یکم عصبانی شدم، گریم گرفته بود، دوست نداشتم وایسم با گریه باشه. آره خلاصه برمیگردیم به همون 8 ماهگی من که من استوری گذاشتم، دعا کنید که بچه‌ام سالم باشه. توی 8 ماهگی من، منو یه جوری منو گرفت زد توی 8 ماهگی، مثلا نمیدونم دلیلش چی بود، واقعا دلیلش یادم نیست، دلیلش همین فیلم دیدن بود، دلیلش چی بود، اصلا کلا از من حرص داشت، انگار احساس می‌کرد من خوشبختیشو، من عشق و حالشو، من دختربازیاشو، همه چیشو ازش گرفتم، الان مجبوره با یه آدم تکراری، با یه زنی که ببخشید 4 سال باش بوده دیگه برای جذابیتی نداره زندگی کنه، نمیتونه بره مثل دوستاش که زن دارن عشق و حال کنه. چون میدونی همه هم میومدن به من میگفتن، مثلا من میرفت یه جا، میرفت رستوران، میرفت من گفتم آره الان اینجاست، مثلا میرفت تو خیابون دوردا، میرفت الان شوهر اینجاست، میرفت مهمونی هم آره نه شوهر تو من مهمونی، همه میومدن آمار شما میدادن، بنده خدا نمیتونست کاری بکنه. بعد همش میاد میگفت آره دوستای من زن دارن، 3 تا دوست دختر دارن، دوست دختراشون هم همشون میدونن، زنشون میدونه دارن به خوبی زندگی میکنن. با اون دوستاش که زن دارن، دوست دختر دارن، همش میرفت کاراشو میکرد دفترش. ولی خب پیش من مثلا میخواست بگه که من خیلی آدم خوب و آدم مثلا به تو خیانت نمیکنم، چون تنها دلیلی که من موندم این بودش که فکر میکردم این به من خیانت نمیکنه. دیگه آخرش که فهمیدم این خیانت هم کرده، دیگه گفتم بابا بیا تموم کن، چرا انقدر پریدم جلو؟ 8 ماهگی ما داشتم میگفتم که استوری گذاشتم بیمارستانی شده بودم، توی همون 8 ماه کی زنه 8 ماه رو میگیره میزنه، 8 ماه بچه تو توی شکم منه میگیری اونج... ببینید چی بود که من 110 اومد منو بردن بیمارستان، من یه روز بیمارستان موندم سر این قضیه، بعد سونوگرافی واژینال و همه اینا از من انجام دادن و چند تا قرص به من دادن و گفتم برو خونه. خلاصه تمام شد و تولد گرفتیم و بچه من به دنیا اومد. یعنی دقیقاً 5 روز یا یه هفته تو اون تایمی که بچه من به دنیا اومد سزاریای کلام، خانواده‌اش همش خونه ما، مهمون، بعد ناراحت می‌شدن که چرا من غذا کم درست کردم، چرا مثلا من این خانواده تو شکم پاره من اومدن نشستن اینجا، من قیافم ناراحته، همش مثلا مامانش میرفت بهم میگفت آره نیلوفر ناراحت شده ما اومدیم اینجا، اینم میواد منو میگرفت میزد. ای خدا واقعا خیلی باحال بود زندگی من، یعنی شاید الان باورتون هم نشه این فیلم سینمایی بوده. بچه من که به دنیا اومد 6 روز یه هفته بعدش این آقا ول کرد منو، 2 ماه رفت. آها چی شد؟ زنگ زدم بهش، چند دفعه زنگ زدم جواب نداد، بعد گفتم چرا جواب نمیدی، توی واتساپ بهش مسیج دادم چرا جواب نمیدی این همه زنگ میزنم، اه چقدر گو میخوری، چقدر زنگ میزنی، حالم ازت به هم میخوره، آشغال ریدی تو زندگی من، دوباره همین حرفای تکراری، تو جنده ای، تو فلانی، تو زیر افغانی ها بودی، تو زیر پاکستانی ها بودی، تو زیر نمیدونم همه بودی، تو فلان بودی، تو خراب بودی، همه این حرفا رو دوباره هر وقت من هرچی میگفتم مثلا گفتم چرا دیر اومدی، چرا جواب ندادی، کجا بودی، همه این حرفا یه دور تکرار میشد و به من گفته میشد. خلاصه دوباره منو بلاک کرد سر همین 2 ماه رفت، اصلا نفهمیدم، یعنی من فکر کنید 6 روز بود زایمان کرده بودم، همه کسایی که تو پیج من بودن شاهدن، من تو 2 ماهگی خونه مامانم بودم، بعد به همه میگفتم، همه میگفتن شوهرت کو، من میگفتم آره اومدم خونه مامانم دیگه، همه میان خونه مامانشون، به همه اینجوری میگفتم که جمع کنم قضیه رو دیگه. بعد 2 ماه چند روزم که مثلا نفهمیدم کجا بود دوباره اومد، یعنی بچه منو 6 هفته که به دنیا اومد ندید تا 2 ماه و نیمی، 2 ماه و نیمیش دید بچه منو، بعد هیچی دیگه، تا
دیگه اومدیم سر زندگی و بچه و اصلا همش میگفتش که وای چی شد، اصلا چرا ما بچه دار شدیم، اصلا دیگه نمیتونیم، نمیدونم، نمیخوام یه سری چیزا رو بگم، نمیتونیم یه کارایی بکنیم، نمیتونیم یه جاهایی بریم، نمیتونیم فلان کنیم. گفتم بابا بچه تازه به دنیا اومده، بذار 6 ماهش بشه، بعد میگی بچه دست خود نیست، پرستار داره. خب به خاطر که منم میرم سر کار چیکار کنم، پرستارشم که خودم میگیرم، تو چرا پاره میشی؟ تو که کلا اصلا تو شب بیرونی سر کارم که نمیری، میری چیکار میکنی تو؟ بیخ یک بار تو زندگیش پوشک این بچه رو تو عوض نکرد، بعد میگی چرا پرستار رو گرفتی؟ وا خوبه، واقعا خیلی جالبه، خیلی خوبه. دیگه دعواهامون از آهان از جایی بالا گرفت که خونه رو جدید خریده بود، این خونه رو گرفتیم و من پول پیش خونه رو دادم، بعد پول پیش خونه رو به اسم من نزد، زد به اسم خودش. من گفتم چرا پول پیش خونه ای که من دادم به اسم من نیست؟ نه زشته، جلو همسایه ها نمیگن چرا یه خونه به اسم زنشه، چرا فلانه. خلاصه من اسکلا گفتم راست میگی دیگه بابا، هیچ وقت شما وقتی توی زندگی هستی فکر نمی کنی یه روزی به اینجا برسه. ولی بابای من از همون اولش هم هی میگفت حواستو جمع کن، واسه من به خانوادم هیچی نمیگفتم از کارهایی که میکردم هیچ دیگه. یه روز گذاشت مامان این اومدن خونه ما، یه ذره کمک کردن و چیزا رو گذاشتن سر جاش. فردای اون روز یه دختری که مثلا نمیدونم کی به این مسیج داد، گفتش که آره میشه سگ من گم شده، میشه به زنت بگی سگ من. من همون دخترم که تو تولد فلانی منو دیده بودی فلان. بعد اومد به من گفت ببین یه کاری بگم میکنی. گفتم چی؟ گفتش که یه دختره سگش گم شده. گفتم دختره کیه؟ خب چرا به تو مسیج داده؟ گفتش همینجور نمیدونم کیه، ولی خب سگش گم شده، برام استوری میکنی سگش پیدا شه. منم اینو دیدم و قشنگ یکم هم توضیح داد، دوزاریم افتاد، فهمیدم که این رفته دنبال زندگیش و کارش. بعد اومدم رفتم دیگه، منم اصلا بیخیال بودم، با دوستان میرفتم این منم بیرون، هیچ کاری نمیکردم. نه اینکه مثلا فکر کنید با دختر خاصی رابطه، نه باش دختریم در ارتباط نبودم، هیچ کاری هم نکردم، ولی میرفتم با دوستای من و بیرون مهمونی میرفتم میومدم، با کسی کاری نداشتم. تا گذشتش دوباره یکی بهش برگشت گفت بعد 6 ماه، گفت آره مثلا سینا فلانجا با فلان دختر بوده، 6 ماه گذشته بود، شروع کرد دوباره آبروی منو بردن، فوشو کشید و رفت با یه پسره دست تو دست عکس گذاشته، یعنی بی‌ناموس بازی دوباره شروع شد دیگه. من هم این صحنه رو دیدم قشنگ، یه دختره رو برداشتم، آره راست میگه، رفتم باش فیلم گرفتم، عکس گذاشتم، یه کسایی که قدیم بودن دیدن دیگه، رفتم باش فیلم گرفتم، عکس گرفتم، بعد گذاشتم تو پیجم. این شروع کرد، این که فهمید بعد از اینکه اشتباه کرده، آها اون اشتباه اولیش هم که فهمیده بود اون سینا جوین تلگرام یکی دیگه بود، آمارشو در آورد، اصلا نیومد معذرت خواهی بکنه یا کاری بکنه و فلان، گذشت رفتش. بعد اومدش که تو چیز اومدش که این داستانو فهمید من اینا رو گذاشتم، شروع کرد از طریق دوستاش اومدن جلو در خونه، اس ام اس دادن، نمیدونم گل فرستادن، تو اینستاگرام واکنش نشون دادن. من تصمیممو گرفته بودم واقعا، چون دیگه بنز کافی زندگیمو سیاه کرده بود، آبرومو برده بود، خب واقعا آبروی منو برده بود، بارها و بارها هی به من تهمت نازوازه. من که میدونم تمام جواب این تمام این تهمت ها رو میبینه، جواب تمام خیانت هایی که به من کرده و گردن نمیگیره رو میگیره، خودش که خوب میدونه که حالا جلو مردم فیلم بازی بکنی بگیم ما نکردیم، ما خیانت نکردیم، ولی خودش که خوب میدونه که چه اتفاقاتی افتاده، که چند بار به من خیانت کرده. گذشت و هی 2-3 هفته قفلی زد، آقا من میخوام، نه باید یه بار تو رو ببینم. من بهشم گفتم ببین اصلا فکر ازدواج رو کلن از کلت بکن بیرون، من اگه رگ گردنم هم بره با تو ازدواج نمی کنم، چون با تو بدبخت میشم. اصلا نمیگم تو آدم بدی هستی یا من و تو با درده هم نمیخوریم، یعنی چتش با دوستش هم هست، من که حالا نمیذارم، ولی اگه خیلی داستان شد اونم میذارم. بعد بهش برشم گفتم که آقا من و تو درده نمیخوریم. پاشد اومد، به چند روز نرسید این داستانی که این داره میگه، که من اومدم بیبی چکو گشتم اونجا، همه اینایی که داره میگه داستان از قبل چیده شده بود. منم خب بچه همه دوستام از قبل بچه دار شده بودن دیگه،
بعد خیلی هم بچه دوست داشتم، یعنی قشنگ راست میگه، آره دروغ نمیگه، من قشنگ بالا پایین میپریدم، اصلا خوشحال بودم چون واقعا بچه دوست داشتم، مخصوصا اونم پسر، اصلا خیلی دوست داشتم پسر دار بشم. بعد اومد و اینا رو گذاشت. آها اینو من دیدم و گفتم آقا نمیخوام. من رفتم با اینا اون صحبت کردم و اینا گفتم آقا اینجوری شده و این صحبت ها، یه بند خدا به من برش گفت ببین اینقدر این داستان رو بدون خدا همیشه با آدم لطف نمی کنه، یه بار بهت لطف کنه دیگه امکان داره دیگه همچین لطفی بهت نکنه و این صحبت ها جونه یه انسان ها. چون بچه هم بزرگ شده بود فکر میکنم، نمیدونم، جونه یه انسان و این صحبت ها. اومد خودش هم برش من گفت آره من تغییر میکنم، من یه آدم دیگه میشم اگه تو بیای واقعا همه چی رو من اوکی بکنیم، من یه جور دیگه با تو میشم، یه جور دیگه با تو رفتار میکنم، همه چی اوکی میشه با هم دیگه. یه خلاصه من رفتم صحبت کردم با باباش، هم صحبت کردم با ایمان، صحبت کردم من راضی شدم. شب عقدمون دوباره یه داستان جدید برای من درست کرد، جوری که من حتی میخواستم مراسم عقد همون شب به هم بزنم که دوباره این اتفاقا افتاد و ما رفتیم اونجا عقدمون رو انجام دادیم، اومدیم دیگه چشتون روز بد نبینه. یعنی از روزی که ما عقد کردیم از 24 ساعت بعدش دقیقاً اون روی واقعیشو که الان داره نشون میده و من دارم میگم دقیقاً نشون داد. یعنی یه کارایی با من کرد توی این مدت که حالا ریز به ریزشو بهتون میگم. خب ببین تو بی‌ناموسی که این حرفا رو برمیداری میزنی، الکی فیلم بازی میکنی، شروع میکنی، اصلا بازی تو همیشه همین بوده، خودتو به موش مردگی بزنی، شروع کنی گریه کردن، یه مش چرت و پرت تحویل مردم بدی، با گریه بخوای توجه همه رو جلب کنی. بابا بیا پایین تو رو قرآن، واقعیت ها رو تعریف کن. همین مادر من که داری راجبش بعد میگی همونی بودش که همش التماسشو میکردی تو رو قرآن، من تو رو دوست دارم، تو از همه آدمای دنیای من بیشتر به من لطف کردی، تو اینقدر نمک نشناس و حروم خوری، این همه اون به تو کمک کردش، این همه با درد و دل که این همه کمکت کرد تو بدترین روزای زندگی، کمکت کرد بعد این حرفا رو داری راجبش میزنی. بابا تو اصلا ذاتت کثیفه، میدونی تو ذاتت کثیفه، به خاطر اینکه با بازی، یعنی این داستانی که داری انجام میدی دفعه هزارمته با همه همین کارو کردی، برنامه‌ت از اولم همین بوده، همیشه اومدی خودتو به مشمردگی زدی، همه چی رو اینجوری داستان تعریف کردی. الان که تو داری میگی مثلا من میرفتم با زنم فلان میکردم، حالا بذار الان که این داستان تمام بشه، الان منم قشنگ ریز داستان‌هاتو برات تعریف میکنم که تو کی بودی چی بودی. ببین من هر چی بودم خب حداقلش اینه که به خودم افتخار میکنم، مثل تو نبودم که با یکی دیگه باشم پاشم برم ترکیه بابت داستان با یکی دیگه هزار تا اتفاق بیفته. حالا کاینر ادامه بده، من قشنگ زندگی نامت رو برات رو بکنم که بدونم چیه. تو ادای آدم خوبا رو در میاری خب، ولی حولترین تو و یه بند خدایی که دیگه حالا سرش به تو میخوره، حولترین کسایی هستین که من تو زندگیم دیدم. یعنی فقط گو میخورین. اصلا مگه کسی امکان داره خوب باشه بیاد بره تو دایرکت پسر رو خایمالی بکنه، از این آویزون بشه، از اون آویزون بشه، بعد یارو خرابش بکنه بازم آویزونش بشه؟ مگه اصلا داریم همچین چیزی؟ من افتخار میکنم که آقا تا حالا تو دایرکت کسی نرفتم، به کسی سالت آید نردم. تو ادعاد میشه میشناسن همه معروفی، ولی پاشدی این کار رو کردی، من اینا رو ازت در آوردم. من آمار تو رو دارم، تو چه ولده، چه موشی بودی، چه کارهایی که نکردی تو زندگیت، چه کارهایی که نکردی تو زندگی. برنامه داری فیلم بازی میکنی، گریه میکنی، این منو میگرفت میزد، این فلان میکرد، چرا نمیگی اول ول میدادم مشت تو صورتش، نمیدونم فلان چیزو پرت میکردم سمتش، نمیدونم فوش خار مادر میکشیدم، میگفتم میخوام برم فلان کنم، برای چی دروغ میگی انقدر؟ از حرومزادگی آدم اینجا باید بفهمی که تو خودت پیش خدای خود باید خجالت بکشی این حرفا رو میزنی. راستشو بیا بگو، دقیقا حرفایی که خودت میزدی داری من میزنی، میگفتی میخوام برم به همه نمیدونم فلان کنم، من چشم دنبال همه است، من دلم همه رو میخواد، اشتباه کردم، ازدواج کردم، من یه عالمه پسر نمیدونم فلان، این حرفایی که تو به من میزدی الان داری میچسبونی به من. بابا تو چقدر بی‌ناموسی، اصلا مگه داریم همچین چیزیو؟ اصلا مگه همچین چیزی داریم که یکی
کارایی که خودش کرده رو بچسبونه به یکی دیگه، بگه من اون گفته این حرفا رو. صد جا رفتیم، چند نفر از من بابت اینکه نگاه می‌کردی بین اون رفتیم اینور اون، یا هزار تا داستان شد، جلو 50 نفر خرابت کردن. چند بار جنگکاری تو در آوردم، چند بار حول بودن تو دیدم جلو این اون، تخریبت کردم، قشنگ گذاشتم جلو همه تو کاست، ریدم بهت. پس چرا این حرفا رو میزنی؟ من گفتم فلان کردم، اینجوری کردم. بابا یعنی پشمای من میریزه. حالا اشکال نره، این بازیو شروع کردی، الانم من قشنگ برات ادامهش میدم. خب بریم جلو ببینیم کی راست میگه. ببین من چیزایی که از تو میدونم الان تموم شد. واقعا این کوسچرا که داره میگه خودت قبول میکنی؟ خودت خندت نمیگیره؟ یک عمر به من خیانت کردی، یه عمر حرفای بد زدی، همش به من گفتی این پسر اونجوریه، من میخوام برم این کارو بکنم، اون کارو بکنم. من صد بار دل منو شکوندی، من گذاشتم رفتم از خونه، من هیچ کاری نکردم، بازم برمیگردی این حرفا رو میزنی. چیزایی که خودت به من گفتی و برمیگردی میگی، اونم با صدای مثلا گریه آلود و اینجوری که مثلا دوباره بخوای نظر اینو اونو جلب بکنی. خب ببین ماه که پشت ابر نمیمونه که، تو چقدر میخوای برای هم فیلم بازی کنی؟ یک عمر داری اینجوری زندگی میکنی، یک عمر داری به همه اینجوری رفتار میکنی، یک عمر هر اتفاقی میفته میای اینجوری شلوغش میکنی، میگی من نبودم من بودم، هر کاری که کردی و گردن نمیگیری میندازی گردن اون یکی. خلاصه ما عقد کردیم داستان هامون شروع شد. ایشون از همون روز اولش گفت آره من دلم نمیدونم فلانی رو میخواست. میدونی اگه فلانی که من باشه اینجوری کردم میومد چه اتفاقی برای من میفتم؟ گفتم چی؟ مثلا ما هم دعوا میشه، دعوای ساده میشد، یا میگم دوستان من به فلانی اینجوری کنم که این بچه من زودتر به دنیا میاد، من راحت شم، دلم چند تا چیز جدید میخواد، حالا اسم نمیتونم ببرم، قشنگ همین جوری که بهتون میگم، به همین بیادبی. ببین یه دختر بیادب بیشخصیت که از یه پسرم بد دهنتر، من دلم فلان اینو میخواد، فلان اونو میخواد، اینو میخواد. بعد من به عنوان همسر شما خیلی آدم بی غیرت و پستی بودم که اونجا نموندم، تو خونه گذاشتم رفتم، ها؟ یا نمیدونم یه چیزی ولدی سمتم، منم با همون رفتار کردم. اینا رو الان باید اینجوری بگی، تو به خاطر اینکه ذاتت خرابه، بچه بی ذاتی هستی. همونایی که داری میگی استوری کردی، مگه کم مگه استوری کردی؟ بدبخت اسکل پلشت، اون گردن بندت مگه قرار نبودش بری چیزاشو جواهراشو بیشتر بکنی؟ مگه نبردم نگرفتم ازت ببرم جواهراشو بیشتر کنم؟ رفتم برات فقط نزدیک 20 میلیون تومان جواهر روش اضافه کردم، به جای اینکه بگی دست درد نکنه الان میگی جردن من منو برد بعد چند وقت. خب به خاطر اینکه چیزی نداری بگی، به خاطر اینکه بی‌ناموسی تو، به خاطر اینکه از اینای. ببین من وقتی که اومدم تو خونه زندگی شما رفتار کردن تو با بابات دیدم چه حرفایی به پدر و مادرت میزنی، قشنگ 2000م افتاد. تو وقتی با اونا اینجوری رفتار میکنی اصلا اندازه سر سوزن برام ارزش قائل، بدترش رو من میکنی. تو یه آدم ولد چموشی که فقط ادا در میاری، یعنی کل زندگی اگه من به تو حرفی زدم برای چی؟ ببین ناکن دوباره داستان عکسا شده، اگه من به تو حرفی زدم در جواب چه حرفی بوده؟ حرف من عمل بوده. من اگه گفتم منم دوست دارم برم با فلان دختر این کارو کنم، یا دوست دارم مثلا اونجایی مثلا یارو نگاه بکنم، در چه جوابی بوده؟ چی گفتی به من که این جواب تو دادم؟ الان من چون جواب دادم شدم بده، توی که این داستانو شروع کردی این حرفا رو به من زدی، تو خوبه داستانی. بابا اصلا پشما، اصلا مگه داریم آدم مثل تو انقدر چش سفید؟ یعنی واقعا نسل شما آدم ها هنوز سر پاه؟ ببین توی مدتی عهد کردیم آبروی منو بردی، زندگی منو سیاه کردی، یه روز خوش با تو ندیدم، همیشه سرطان بودی. یه آدمایی که کل زندگیشون ضعف مالیه، یعنی من تو سال 1400 از وقتی که ما این ازدواج کردم یه جای سرمایه گذاری اشتباه یه مبلغ سنگین کردم، این پول من رفتش توی ضرر، یعنی کل 1400 قشنگ به یه حالت بدی رسیدم و چون تو ضرر بود، چون تو کریپتو بود، تو ضرر بود، نمیتونستم درش بیام. یادتون باشه ما هر هفته یک ویدیو مخصوص حامیان کانال رسپینا تیوی داریم، پس از ما حمایت کنید و با خرید اشتراک عضو خانواده بزرگ رسپینا تیوی باشید. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برام تو کامنت بنویسید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو هم فعال کنید یا گوشیتون رو بگیرید و بارکد کنار صفحه رو اسکن کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اینجا کانال رسپینا تیوی، شاد و پر انرژی باشید.